سمینار آموزشی برنامه های علمی تضمین کیفیت به هدف رهنمایی آگاهی دهی و تفهیم چارچوب سند اعتبار دهی برای هیئت رهبری استادان و کارمندان پوهنتون علوم طبی کابل از سوی ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی برگزار شد. در این سمینار سرپرست پوهنتون علوم طبی کابل رعایت معیارهای تضمین کیفیت را مهم دانسته و آن را باعث پیشرفت و انکشاف اداره خواند. هر وقت چی یو اداره د پرمختګ خواته قدم ږدي، هغه په یو اصل په یو چوکاټ کې ږدي. که چیرې چوکاټ اصل اصول نه وي، بیا نو یو پراګنده نظام منځته راځي. زمونږ د نننی سیمینار دا پروسه دا ده چې د حفظ سند چوکاټ جدا دی او د برنامو چوکاټ جدا دی. هغه پوهنتونونه چې هغه په مرحله وار فکر کړي دي، هغوی ته موږ هغه د عمومي یو ورکشاپ ورکوو. کوم پوهنتونونه چې د حفظ سند په پروسه کې دي چې هغوی اکاډمیک اعتبار لري، لکه څنګه چې د کابل طبي علومو پوهنتون دی، دغسې پوهنتونونو لپاره موږ هغه د حفظ سند چې کوم معیارونه دي، د هماغه معیارونو په اساس موږ دغه سیمینار تنظیم کړی دی. در این سیمینار دو تن از استادان معیارهای یازدهگانه حفظ سند اعتباردهی را برای اشتراک کنندگان تشریح کردند. از سوی هم شرکت کنندگان راه اندازی این سیمینار را در بهبود تضمین کیفیت و حل مشکلات مؤثر دانستند. وزارت تحصیلات عالی نقاط برجسته‌ای را که کمبودی‌های در این قسمت بود بر ما تا یک سیمینار و ورکشاپ بر آمرین دیپارتمنت ها ریاست رهبری پانتون بر ما توضیح میده. در رقم ورکشاپ و دایره اول دی پانتون پسات ها دی پانتون دی حفظ اعتبار دهی یا دی دیپارتمنت پسات ها مهم دی. قرار است این سیمینار فردا و پس فردا نیز ادامه یابد و از سوی اعضای بورد تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی پیرامون معیارهای حفظ سند اعتباردهی به سطح پوهنتون، پانزه‌ها و دیپارتمنت‌ها معلومات ارائه نمایند. پوهنتون علوم طبی کابل، اولین نهاد تحصیلی در افغانستان.